به نام خدا. سلام، به بخش دوم برنامه آخر خط از شبکه تلویزیونی نور خوش آمدید. در 13 اجلاس شانگهای رئیس جمهور کرزی افغانستان را خط مقدم مبارزه با تروریسم خواند و اعلام کرد که نباید توقع داشت که ناتو و ایساف افغانستان را از تهدید تروریسم نجات دهند. محور اصلی 13 نشست اجلاس سازمان همکاری های شانگهای امنیت بین المللی، تجارت مواد مخدر و مبادلات تجارتی بوده است. در برنامه امشب آخر خط، سازمان همکاری های شانگهای، افغانستان و همگرایی منطقه‌ای را به بحث می‌گیریم. آقایان آذرخش حافظی، رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و محمد ناطقی، آگاه مسائل سیاسی، مهمانان امشب برنامه آخر خط هستند. مهمانان گرامی سلام، بسیار خوش آمده. آقای حافظی، می‌خوایم بحث با شما آغاز کنیم. سازمان همکاری های شانگهای بدون شک بزرگترین سازمانی است که در منطقه فعالیت داره، که افغانستان با این سازمان به نوعی در ارتباط است. این سازمان چی نقش میتونه بازی کنه در بازی های مهم جهانی و منطقه‌ای؟ به نام خدا و به تقدیم سلام و شما و میهمان گرامی و همچنان بیننده محترم تلویزیون شما، بعد از اینکه نظام یک قطبی در دنیا شکل گرفت و اتحاد شوروی سقوط کرد و ایالات متحده آمریکا به عنوان یگانه مدعی قدرت جهانی میخواست تبارز بکنه، در چندین موارد و در چندین جای تلاش‌های صورت گرفت که اگر شود که جای خالی اتحاد شوروی پر شود. یک بار اتحادیه اروپا تلاش را کرد، مخصوصا فرانسه و آلمان و بعضی متحدینشان با بعضی کشورهای مانند چین و هند و روسیه. در وقت توان از یا به اندازه نبود که یک الترناتیو شوند به ابرقدرت اتحاد شوروی سابق. بعدها به خاطر دفاع از منافع منطقوی یا دفاع از منافع تعریف شده عنعنویشان، بعضی کشورها با هم یکی شدن. با سازی که در زمان اتحاد شوروی بین چین و روسیه اختلافات بسیار شدید بود، حتی برخورده سرحدی و جنگ صورت گرفت، ولی فشار جهانی و فشار ایالات متحده آمریکا سبب شد که یک نزدیکی بین روسیه و بین چین جدید به وجود بیاید. و چون کشورهای آسیای مرکزی اینا هم صاحب نفوذ اتحاد شوروی سابق بودند و جمهوریت‌های مربوط به او بودند که از جا جدا شده بودند، به دلیل داشتن زبان مشترک، به دلیل داشتن یک سلسله زیرساخت‌های اقتصادی مانند خط آهن و سیستم توزیع برق مرکزی، اینا هم به نوع از آنها از اتحاد شوروی بعدا از روسیه حساب می‌بردند. اینا با چین یک جای شدند و بالاخره کنفرانس شانگهای بنا نهادند و هدف از این حراست و دفاع از یک سیاست جدید هست که اگر ایالات متحده آمریکا در منطقه نفوذ از یا بخواهد که دست رازی بکنه، اینا مشترکاً میخواهند که به عنوان یک قدرت در برابر از او ایستادگی بکنن و دارای طرحهای خود هستند. آیا فعالیت های اقتصادی اساس مبنای این سازمان را تشکیل میداده در آغاز به دنبال همکاری های اقتصادی بیشتر بودن؟ نه، برعکس، اینا یک سازمان سیاسی نظامی بودن، چنانچه اینا مانورهای نظامی را سازمان می دادن، اما آهسته آهسته به سوی یک نوع همگرایی اقتصادی هم می خواهند حرکت کنند و دمی کشورهای عضو کنفرانس شانگهای متقابلا اینا کارهایی را انجام دادن به نفع هر دو جانب. بعضی پروژه های راسه مرکزی ها تمویل کردن و کمک ها و یارانه هایی دادن، مخصوصا به جمهوری تاجکستان و قرقیزستان و البته قزاقستان نیاز نداشته به و همچنان ازبکستان و آذربایجان. به این کشورهای دیگه اینا کمک رساندن و روسیه هم به یاد توجه داره و حتی پلیس سرحدی از او در مرزهای افغانستان تا مدتی متمرکز بود و قوای سرحدی از او هم در اینجا حضور داشتن. به هر صورت شانگهای در حقیقت اتحاد سیاسی نظامی عمدتا بین روسیه و چین است که دیگرها را هم به دنبال کشاندن و افغانستان و ایران هم از جمله ناظرین بودند در اینجا و عضویت کامل تاوال ندارند. سپاس. آقای ناطقی، چی شده که سازمان شانگهای عنوان یک سازمان مهم جهانی تبارز کنه؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. گروه شانگهای یکی از سازمان‌های خیلی مهمی است که در این سال‌های اخیر ظهور کردن و در حقیقت یک واکنش هم هست در برابر غرب، در برابر آمریکا. و اصولا همونطور که شما در جریان هستین، دو تا قدرت بزرگ، یکی اتحاد جماهیر شوروی گذشته که فرو پاشید و بعدش هم چین،
دو تا قدرت بزرگ کمونیستی در منطقه نمیتونستن با سیاست های آمریکا به یک نحوی بالاخره هماهنگ بکنه و نظام یک قطبی جهان را با مدیریت آمریکا اینا بپذیره. در این اساس روسیه در حقیقت در شرایط فعلی مثل یک ققنوس است که از درون یک خاکستر امپراتوری سر در آورده و خیلی موفق هم هست و خیلی درست هم کار میکنه. ابتکار عمل در گروه شانگهای دستی روسیه است و بعدش هم چین هم به یک نحوه بسیار زیاد با روسیه هماهنگ است، هم در مسائل منطقه‌ای و هم در مسائل بین المللی. و در خیلی از تحولات دنیا روسیه و چین موضع خیلی مشترک و هماهنگی داره و حتی در شورای امنیت یک جا کار میکنن، متحد هست. در سطح منطقه هم اینا بسیار 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 فعال است. در نشست، در 13 نشست، موضوعاتی که در کنفرانس بحث شد، بحث رو ما اگر در دو فاز مطرح بکنیم، یکی بحث های رسمی در کنفرانس بود که خیلی خیلی مهم بود که هر سه بحثش به یک نحو ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ با مسائل افغانستان داشتن. مسئله امنیت مثلا، وقتی که مسئله امنیت مطرح است، حوزه های امنیتی شانگهای به یک نحو تهدید میشه و یگانه آدرسی که از اونجا حوزه امنیتی شانگهای که شامل کشورهای آسیای میانه شوه و خود چین شوه و روسیه و اینها از افغانستان باید تهدید شود و از پاکستان در اینجا تهدید میشه. حوزه امنیتی شانگهای عمدتا از اینجا باید تهدید میشه. آقای رئیس جمهور هم در ارتباط با مسائل امنیت که یکی از عمدترین بحث‌های این کنفرانس بود، 13 نشست، مسائل امنیتی رو بسیار بسیار جدی مطرح کرد. از گروه‌های مشخص نام گرفتن، یعنی نام گرفتن و به یک نحوی آقای کرزی در سخنرانی خود نشان دادن که مسائل امنیتی در منطقه تنها مربوط به افغانستان نمیشه، بلکه این خطر یک خطر در واقع منطقه‌ای هستن و تمامی کشورها را تهدید میکنه، حوزه امنیتی همه را در معرض خطر قرار داده. منتها ما در خط مقدم هستیم و در جبهه مقدم با تروریسم ما هستیم. لحن رئیس جمهور کرزی در ارتباط با طالبان، در ارتباط با تحریک اسلامی ازبکستان، تحریک و تحریک اسلامی سینکیان که در ایالات سینکیان اونجا فعالیت دارن، الگورها و اینها، و همونطور در ارتباط با لشکر طیبه و خیلی از گروه های القاعده و خیلی از گروه هایی که اینجا هستن، رئیس جمهور بسیار اینها رو با صراحت نام گرفتن و تعبیری که روی تأکیدی که رویش داشتن این مسئله بود که اینا تروریسم هستن و اینها جنایتکار هستند و ما در خط مبارزه با تروریسم افغانستان قرار داره. بنابراین دو مسئله دیگر هم به تبع صحبت های خم مطرح کرده و یکی مسئله اشاره به مسئله ناتو داشت، گفت خب سازمان ناتو در اینجا آمدن و برای مدت یک دهه یا بیشتر در افغانستان بودن، ولی ما نباید از سازمان ناتو توقع داشته باشیم که این مسائل و مشکلات امنیتی را اونا حل کنه. اونا قادر به حل مسائل نیست. به یک نحوی تاکید کردم بر این که این مسائل رو گروه شانگهای میتونه حل بکنه، ما میتونیم با هم دیگر دست به دست هم بدیم و مسائل امنیتی رو ما حل بکنیم. یک محور دومی که در کنفرانس بحث شد و یکی از موضوعات خیلی جدی بود، مسئله مواد مخدر بود که باز هم به یک نحوی ارتباط میگیره به مسئله افغانستان، چون شما در جریان هستین که افغانستان عمدترین تولید کننده متاسفانه مواد مخدر در دنیا هستن، مرکز به اصطلاح قاچاق مواد مخدر و تولید و زر و کشت مواد مخدر افغانستان هستن. بنابراین وقتی که بحث مواد مخدر در اینجا مطرح میشه، عمدتاً بیشترین بحث متوجه افغانستان هستن، به دلیلی که تولیدات و محصولات مواد مخدر و تریاک و هروئین در اینجا هستن و روی از این مسئله اونا بسیار تاکید داشتن که باید ما دست به دست هم بدیم، تدابیر را بسنجیم که به یک نحوی مواد مخدر را محدود بکنیم، در کنترل در بیاریم و محو نابود بکنیم اگر بتونیم، که نمیتونه به یک تایم، چون مسئله ریشه‌های مافیایی بین المللی و جهانی داره. و مسئله سومی که در مذاکرات شانگهای و در گروه شانگهای خیلی مطرح شد، مسئله مبادلات تجارتی و اینا سر جای خودش، ولی همکاری های منطقه‌ای بسیار رویش تأکید شدن که این کشورها باید با همدیگر همکاری داشته باشه در تمامی عرصه ها و مخصوصا در عرصه های مبادلات، تجارت، بازرگانی، اینا باید همکاری داشته باشه.
و این همکاری در این عرصه ها، یعنی هم در عرصه های امنیت و هم در عرصه مبارزه با مواد مخدر و هم در عرصه تبادل کالاهای تجارتی و اینا و با شدن مسائل همکاری در مسائل ترانزیتی و اینا از موضوعاتی بود که اینا به صورت رسمی در اونجا بحث کردن و شک هم نداشته باشیم که در مسئله مبادله کالاها هم باز افغانستان نقش خیلی اساسی را در ارتباط با جنوب آسیا و آسیای میانه داره، چون یک کشوری است معبر و اگر این مسائل چنین باز افغانستان نقش عمده خرا در مسئله مبادله کالاها و تبادل کالاها و نقل و انتقال اینها باز افغانستان نقش اساسی را در همین سه محور بحث شد، بحث خیلی اساسی بود و سخنرانی رئیس جمهور کرزی و این سه محور را همطور که عرض کردم، مسائل امنیتی، مسائل مواد مخدر و همکاری های منطقه‌ای و تجارت و تبادل کالاها و امثال از اینا، هر سه مسئله به یک نحو رابطه ارگانیک با مسئله افغانستان داره، چون مسئله افغانستان در حقیقت نقش محوری و تاثیرگذار را در همه از این مسائل داره. و مثلا همطور که شما اشاره کردید، یکی از دلایل و فلسفه تکوین و ایجاد شانگهای همین مسائل امنیتی هستن، اونا تنها نگرانیش از این نیست که به اصطلاح طالبان و همین گروه هایی که در اینجا هستن امنیتشون تهدید میکنه، اونا یک مطالعات بیشتر و عمیق‌تر از این هم داره، امکان داره، میگه شبکه های استخباراتی غرب، اروپا و آمریکا به یک نحوی بالاخره این گروه ها و جریانات را سپورت بکنه و اینها حامی پیدا بکنه و در حقیقت مسائل امنیت ما را در معرض خطر قرار بده، چون واقعا آمریکایی هم در خیلی جاها اینطوری نبوده که از گروه های افراطی حمایت نکنه، نه حمایت هم میکنه و چیزی هم نداره. این مسائل برای اینا قابل درک هستند، برای می اساس است که اینا این کنفرانس رو دایر کردن و افغانستان هم در اینجا نقش خیلی فعالی رو داشتن و صحبت های رئیس جمهوری که شنیدید. سپاسگزارم. آقای حافظی، دیدم میشه که افغانستان از جمله کشورهایی است که اکثر تحولات در افغانستان تاثیرگذار است بر روی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای. خود سازمان شانگهای در طول 10-12 سال گذشته چی نقش گرفته در افغانستان؟ چی نقش رو بر عهده گرفته؟ ابتکار عمل در افغانستان موجود بعد از 11 سپتامبر 2001 به دست ایالات متحده آمریکا، ناتو و نیروهای آیساف و متحدینشان است. متحد موجود چین که دشمن سابقش بود، که اتحاد شوروی بود و باشه که وارث از روسیه است، اینا کسایی بودند که جنگ در افغانستان باختند، رفتند. و در رقابت های بین از اینا در بازسازی افغانستان سهم روسیه و سهم چین به نهایت کم است. چرا سازمان شانگهای نتونست سهم بگیره در افغانستان؟ یا به دلیل تقابلات سیاسی که میان ایالات متحده و روسیه و چین وجود داره، یا نه افغانستان هم نخواسته واقعا از نه آجنداشون فرق میکنه، به خاطر از اینکه قیمومیت افغانستان فعلا به دست ایالات متحده آمریکا، ناتو و متحدینشان است و اینا اوقدر جرات نمی کنند یا نمی خواهند یا اصلا علاقه مندی ندارند که در این مسئله متداخل بوده باشند. و دیگر باز حجم کمک هایی را که جامعه بین المللی در افغانستان کردن از توان اقتصادی چین و روسیه در شرایط فعلی بالاست. مثلا کمک هایی که البته هیف مایل شد یک مقدار زیادش، در حدود 90 میلیارد دلار تنها آمریکا به افغانستان کمک مستقیم که از طریق اینجا و از طریق دولت افغانستان و از طریق مؤسسات خودش PRTA و همچنان USAID یا اداره کمک های بین المللی آمریکا، و حدود 40 میلیارد دیگه هم متحدینش کمک کردن که جمعاً 130 میلیارد دلار میشه. این که چقدرش به مصرف است یا چقدرش دزدی شده و چقدرش حیف مال شده گپ علیحدہ است. و هنوز هم تعهد دارم که سالانه بعد از سال 2014 هم حدود 8 میلیارد 100 میلیون دلار به صورت منظم به این پروژه ها به دولت افغانستان، هم در حفظ نیروهای مسلح افغانستان و هم برای انکشاف اقتصادی و تامین بعض پرداخت های بودجه عادی انکشافی افغانستان نیا پول بدن. درست است که چین و روسیه اقتصاد نیرومندی دارن، ولی برنامه کمک های خارجی از وا هیچ وقت به این اندازه نبوده و به هیچ یک از متحدین خود پول ندادن. علاوه به حدود 1 تریلیون دلار دیگه نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان در طی قدر سالها هزینه کردن.
و دیگه ای که افتخار کامیابی های موجود هم به دوش امریکاست و مسئولیت شکست و ریخت ها و کمبود ها و نارسایی هم به دوش از اوست. و کنفرانس شانگهای به عنوان یک رقیب یا رقیب منطقوی نمیخواه پروژه مخالفین خود کمک کنه و چنانچه نکده. همیال حجم کمک های روسیه و حجم کمک های چین با واسه از کشورهای بزرگ و مقتدر هستند. حتی به اندازه بلژیک و به اندازه اتریش که کشور کوچک است یا به اندازه هلند نیست. ولی در طول سالهای گذشته دیده شده که افغانستان بیشتر نزدیک شده با سازمان شانگهای و در سال گذشته به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و حتی گفته می شود که بحث ها جریان دارد افغانستان عضویت کامل سازمان شانگهای به دست بیارد. بر افغانستان به عنوان یک کشور مستقل که استقلال افغانستان یک چیز ایدئال است که بسیار خوب است که با همه طرف ها رابطه داشته باشه و منفعت ملی افغانستان از طرق مختلف حراست و حفظ بکنه. ولی دنیا یک قسم نیست. مثلا وقتی شما در یک پکت و در یک گروپ رفتین هم قدر که امتیاز میگیرین هم قدر مدودیتان به شما خلق میشه. میگه هر قدر نیاز بیشتر آزادی کمتر. دیگه من فکر میکنم که علاقمندی هایی که وجود داره رئیس جمهور افغانستان هم چندین بار به چین سفر کردن که ما در معیتشان بودم رفتم دیدم از نزدیک حجم کمک هایی که صورت میگرفت گفتم که با کوچکترین کشور اروپایی هم قابل مقایسه نبود. و همچنان روسیه اگرچه بسیار وعده کلام داد که تو میکنیم اما در عمل بغیر از امی که اگرچه چند پیشتر جامده بود و میمان اتاق هم بودن و از نزدیک هم ملاقات کردیم اینا فقط با مو پروژه های نیمکاری که از زمان حکومت قبلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان باقی مانده بود و تکمیل نشده بود مثلا کمبینات خانه‌سازی مثلا شرکت افسوتر در این موارد اینا بحث کردن و گفتن که ما میخوایم که پس دوباره احیا کنیم. اما برخوردشان با مسئله خارج از چوکات نظام اقتصاد بازار بود و اونا میخواستن که ایره به حساب امو ارزش ها و معیارهای اقتصاد متمرکز دولتی مورد معامله قرار بدن. دیگه تا به امروز که من شاهد هستم تا 12 سال گذشته ای طور یک اقدام اقتصادی بزرگ یا یک اقدام بزرگ که بر تقویت نیروهای مسلح افغانستان انجام میده باشه یعنی توزیع دادن اسلحه حتی هلیکوپترهایی هم که روسا دادن در بدل پول امریکایی دادن و ناتو پیسش پرداخته اونا کدوم چیز رایگان برای ما ندادن. و در حالی که ما قبل از آمدن امریکایی به افغانستان بیش از 50% مجموع تجارت ما با روسیه بود، با شوروی تا 63% بود، ولی تیل و مواد سوخت دیگه مانند گاز مایی و چیزهای اساسی مانند مواد ساختمانی کلش از روسیه وارد میشد به افغانستان. ولی حال تجارت ما، حجم تجارت ما با روسیه کمتر از 1% است. البته با چین تجارت ما زیاد است و همکار درجه 3 تجارتی ما چین است. سپاسگزارم. آقای ناطقی، عضویت افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای تا چه اندازه میتونه مایه نگرانی ایالات متحده آمریکا و ناتو شود؟ عضویت افغانستان بحث ها جریان داره که افغانستان ما عضو کامل پذیرفته شده. شکی وجود نداشته باشیم برای اینکه گروه شانگهای اگر ما یک تعریف از این گروه بکنیم اینا، این تعریف در حقیقت در چارچوب همون رقابت های بین المللی قابل بررسی هستن. یعنی گروه شانگهای با ترکیبی که هست و با کشورهایی که در این گروه عضو است و خصوصا در شرایط فعلی که مجموعه از کشورها عضو است، مجموعه هم به عنوان ناظر است و گروه دیگه هم به عنوان مهمان دعوت میشه، اینا مجموعه این سه طیفی که از کشورها در اینجا جمع میشه و با هم دیگر بحث‌های مشترک را میکنه اینا و خود گروه شانگهای یک حالت یک تعریف رقابت را با غرب میتونه داشته باشه. برای می اساس هست که طبیعی است که افغانستان وقتی که بخواه عضو شوه و الان که عضو ناظر است و اگر بخواه عضو شوه اینا و این مسئله تا حد زیادی احتمال داره که با واکنش غرب و آمریکا روبرو شود. در این مسئله هم نباید ما تردید بکنیم. یکی از مشکلاتی که الان ما داریم همین مسئله هستند که حکومت ما نسبت به مسائل بعد از سال 2014 لیست هایی را که روی میز های اینا میگذرن و نوع ارتباط را که مثلا با روسیه و با هند و با کشورهای منطقه ایجاد میکنه اینا که در مجموع این کشورها مناسبات اونچنان
حسنه هم شاید با غربیا نداشت و رقابت های هست بین چین و آمریکا، بین روسیه و آمریکا، بین این حتی اینا، ولی نوع لیست ها و درخواست و مطالبات افغانستان که روی میز اونها گذاشته میشه اینا، این یک مقدار واقعا حساسیت برانگیز هست، دی شک وجود نداره. و صحبت هایی که رئیس جمهور کردن و به اصطلاح موضع گیری های نسبتا تلخی که با غربی ها داشتن اینا، برخی از مسئله رو به این صورت اشاره میکنم، میگه خوب در اینجا افغانستان به یک نحوی روی آورده به گروه شانگهای، یعنی با اینها بیشتر تمایل پیدا کردن و شاید اینطوری احساس میکنه که نیروهای بین المللی از افغانستان میره و حتی گزینه صفر اینا در یک وقتی مطرح شده بود. وقتی که میره بنابراین افغانستان باید دنبال آلترناتیف بشه و این سیاست ها به خاطر همون به اصطلاح پیدا کردن یک جاگزین و یک آلترناتیف هستن. و صحبت هایی که دیروز رئیس جمهور با آقای پوتین داشتن اینا، نوع مطالبات هم در حقیقت همین مسئله را به یک نحوی فربی تر میکنه، یعنی جدی تر میکنه. ایشان از آقای پوتین روی مسائل تجهیزات نظامی و روی سازوبرک های نظامی خیلی تاکید میکنه و حتی از روسیه میخواه که ارتش افغانستان نیاز داره به سازوبرک های شوروی، به سازوبرک های روسیه، بنابراین شما این تجهیزات را و این امکانات را و این تسهیلات نظامی را در اختیار ارتش افغانستان و اردوی افغانستان باید قرار بدین. لیست را که افغانستان روی میز هین گذاشتن در حدود 4-5 ماه پیش سفری که داشتن ایشان، و کارشناسان نظامی هم میگه مجموعه این لیست نشان میده برین که همه این سازوبرک ها ساخت روسیه باید باشه، یعنی این خودش نشان میده که به یک نحوی، البته شکی وجود نداره برای این که ارتش افغانستان علی رغم این ساختاری که درش ایجاد شده، یعنی دیگرگونه های بسیار عظیمی در ساختار اردو ما داریم اینا، ولی عادت و خوی و خصلت ارتش افغانستان با سازوبرک های روسیه خیلی خیلی چیستر نزدیکتر تا با آمریکایی ها. و نوعی هلیکوپتر هایی که آمریکایی ها در افغانستان، یعنی غرب در مجموع هلیکوپتر ها و سلاح های غربی در افغانستان به کار گرفته شده، خب افغانستان متاسفانه یکی از رئیس جمهور میگه آزمایشگاه سیاسی، ولی آزمایشگاه تسلیحاتی بوده. نوع سلاح هایی که در افغانستان به کار گرفته شده، سلاح های غربی و شرقی، به صورت مشاهده با تجربه ثابت شده برای اینکه سلاح‌های روسیه و سازوبرک‌های روسیه در افغانستان بسیار بسیار کارایی دارن نسبت به هلیکوپترهای آمریکایی و آلمانی و فرانسوی و انگلیسی. بنابراین و در شرایط فعلی هم اگر شما در نظر بگیرین و حتی در زمان جهاد هم اگر در نظر بگیرین، اینا مجاهدین رو غرب تقویت میکردن، ولی سلاحایی که در دست مجاهدین بود سلاحای روسی بود، کلاشنکوف بود و چی بود، این سلاحای سبک و سنگین اینا. در شرایط فعلی هم که رئیس جمهور این لیست های بلند بالای نظامی رو در اختیار روسیه مگذارن یا هند مگذارن یا صحبت هایی که دارن اینا در مسئله تجهیز نیروهای افغانستان، تاکید داره بر تهیه سازوبرک های نظامی از نوع روسیه. و این مسئله را البته غربی ها هم تا یک نحوی، خود ناتو به یک نحوی متقاعد شده که میگه ما باید سلاح پول بدیم ولی سلاح های روسی برای مردم برای ارتش افغانستان تهیه بکنیم. میگه بالای 80 و چند، بالای 80 تا هلیکوپتر را اینها قرارداد کردن که از روسیه بخره در اختیار افغانستان بگذاره، و 17 تا فروند هلیکوپتر را باز هم در اختیار ارتش اردوی افغانستان قرار دادن، علیرغم این که مقامات پنتاگون و مقامات آمریکایی با این نوع معاملات مخالف هستند، یعنی یک دیشان مخالف هستند، ولی باز هم در تا یک حد زیادی این مسئله را قبول کرده برای این که ارتش افغانستان مجهز شود با سلاح‌های از نوع روسی که در اختیار رئیس جمهور هم در این جهت در این راه تلاش میکنم، میگه شما بیاین ارتش رو مجهز کنید، اسلحه در اختیار ما بگذارین، امکانات در اختیار ما بگذارین. خب اگر واقعا مثلا به اینجا منتهی شده باشه که ارتش افغانستان باید با سلاح‌های روسی مجهز شود، اینا باید پیسه و امکانات چرا چیکار بکنیم؟ افغانستان در اینجا احتیاج داره بر این که
سیاست رو در پیش بگیره، اینا که پیسه رو بگیره ولی اسلحه را جای دیگه بگیره. کار رو که یک وقت گفته میشه، میگه که سیگار آمریکایی رو با کبریت روسی، شاید آقای حافظی بهتر میدونه که سردار محمد داوود خان رئیس جمهور فقیه افغانستان گفته بودن که ما باید کار رو بکنیم که سیگارهای آمریکایی رو با گوگرد روسی باید روشن بکنیم. بالا خب یک حرفی است. بنابراین وقتی که شما احتیاج دارین به انواع و اقسام ساز و برگ های از نوع روسی، همونطور که جناب آقای حافظی اشاره کردن، این پیسر کی باید بده؟ پیسر طبیعتاً باید چیه؟ غربی ها باید بده. این افغانستان واقعا در یک شرایطی قرار گرفتن که باید سیاست هایی را در پیش بگیره که نباید باعث بی اعتباری بین افغانستان و بین غرب شد. ما به شدت احتیاج داریم به پول اونها، به امکانات اونها، حتی به حمایت های سیاسی اونها. یک مرتبه در همه کسی رو تحلیل کردن و قبول داره و خود ازنام قبول کرده که ما روی پشت گرداندیم به افغانستان، یعنی بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی ما افغانستان رو رها کردیم و بعدش چی مسائلی پیش آمدن. در شرایط فعلی هم افغانستان باید سیاست هایی رو در پیش بگیره که علارغم به اصطلاح ارتباط با شانگهای، علارغم مطالبات و تهیه لیست و فهرست نظامی اینا، علارغم از این مسائل ما به شدت احتیاج داریم برای اینکه مناسبات بسیار بسیار صمیمانه را با کشورهای غربی داشته باشیم در چارچوب همون پیمانهای استراتژیکی که با اونها امضا کردیم، در همونا بالاخره وفادار باشیم و اعتماد از اونها را به یک نحوی با خود جلب بکنیم. سپاس. بینندگان گرامی، پس از این وقفه کوتاه باز می‌گردیم. سلام دوباره، با تشکر از اینکه تاکنون با ما همراه هستید. آقای حافظی، گفته میشه که شانگهای و آمریکا در تقابل با هم قرار دارن. خود درخواست مستقیم افغانستان از کشورهای عضو سازمان شانگهای برای مسلح ساختن افغانستان تا چی اندازه میتونه تعهد جامعه جهانی و غرب بعد از سال 2014 به افغانستان تحت تاثیر قرار بده؟ افغانستان به عنوان یک کشور مستقل میتونه که انتخاب خود داشته باشه، ولی طبیر که بیشتر به شما عرض کردم، هر قدر نیاز بیشتر، آزادی کمتر. شما یک کشوری نیستین که استقلال به پای خود استاد و خودکفا داشته باشین. کسری بیلانس تجارت ما بیش از 95% است. کشور ما به یک کشور مصرفی تبدیل شده. ما در سال مالی گذشته 8 میلیارد دلار واردات ثبت شده داشتیم و حدود 2-3 میلیارد دلار واردات ثبت نشده و مجموع صادرات ما 374 میلیون دلار بود. یعنی اثر را که ما از درک صادرات خود در یک اقتصاد ملی واقعی داشتیم 374 میلیون دلار بود. با ضرورت ما برای خرید از بازار بین‌المللی حدود 10 میلیارد دلار. در حقیقت ما 3.7% مجموع بیلانس تجارت خود مثبت داشتیم و باقیش کسری بیلانس تجارت بود. تحت همین شرایط این یگان گپای هست که گفته میشه به درد تبلیغات برای عوام الناس میخوره. وقتی که یک مملکت پول تنخواه عسکر خود از یک کس دیگه بگیره، وقتی که پول خرید اسلحه را از یک مجموعه از کشورها بگیره و از هر جایی که دلش بخواد، و هم چراغ سبز بودن که میتونی بخری از جای دیگه، قرارداد هم یک کمپانی آمریکایی با یک مؤسسه روسی امضا بکنه، و وقتی هم که شما کسری بیلانس تادیات بودجه عادی خود هم از دیگرها بگیرین و بودجه انکشافیتان 100% وابسته به دیگرها باشه، امید معنای استقلال و آزادی ارادی شما در کجاست؟ و ای که به نظر ما اولویت در سیاست خارجی هر کشور و اولویت در سیاست داخلی هر کشور باید مشخص و معلوم باشه. دولت بعد از 11 سپتامبر 2001 در کشور ما حاصل انتقام جویی ها و مبارزه امریکا بر ضد تروریسم عنوان شد، ولی در این زمان تغییر نظام جهانی و آرایش های جدید قوای بین‌المللی هم مطرح بود. مسئله از این که چین به عنوان یک کشور مقتدر اقتصادی که رشد از این خیزشوار بود، مثلا آهنگ رشد اقتصادی چین از سال 1984 به این طرف بیش از 10% بوده میشه، و چین از یک کشور فقیری که سالانه 1-1.5 میلیون نفر از گشنگی دو میمردن تا سرحد دومین کشور مقتدر اقتصادی دنیا رساند و پیش بینی میشه که تا سال 2025 احتمالاً چین جایگاه اول اقتصاد جهان میگیره.
و نقدینه ای را که چینایا دارن فعلا، یعنی که ریزرو های بانک مرکزی چین بیش از 3 تریلیون دلار است. از جمله 1 تریلیون و 600 میلیارد دلار اینا به قرضه فدرال امریکا به امریکا قرض دادن. حرکت چین به سوی رشد اقتصادی به شکل بسیار سرسام‌آور و همچنان از سال 1992 به این طرف رشد اقتصادی هندوستان بعد از اینکه نظام اقتصاد بازار اونا احراز کردن و تغییرات که در منطقه ما آمد، مثلا رشد ایران اسلامی خودکفا و که یا باز تحریما نیازهای داخلی خود اینا تامین میکنن و از یک صنایع مانوفکتورینگ یا به اصطلاح صنایع مونتاژ خوب برخوردار هستن و بعضی چیزا را صنایع مادر هم خودشان حال تقریبا ساختن و اصلی مورد نیاز خودم خودشان تهیه میکنن و آیستا آیستا به سوی سلاح اتمی میرن. هندوستان اتمی، چین اتمی، زرادخانه های نظامی قبلی اتحاد شوروی که به روسیه رسیده و همچنان سلاح اتمی پاکستان که در کنترل چین است، آمریکا نیست و با افکار اسلامی مجهز هستند و بعضی هایی را برام بم اتمی اسلام یاد میکنند. بنابراین این مسائل سبب شد که در کنار مبارزه بر ضد تروریسم یک سری وظایف مهمتر ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت که حافظ نظم جهانی خود میدانه و کنوانسیون های بین المللی را میخواد که در عمل تطبیق بکنه و در این زمان قانون تجارت جهانی را، قوانین معتبر تجارت جهانی را که حق رقابت مساوی است، حق کپی رایت اسیر محافظه بکنه. چنانچه چند سال پیش ایالات متحده آمریکا با یک بحران مواجه شد از لحاظ صنایع تولید فیلم های هالیوود و همچنان صنایع موزیک و تولیدات موسیقی و دیگر چیزهای فراورده های فرهنگی که در بازار رو عرضه میکنن، یعنی تجارت فرهنگی. در اینجا یک سی دی مایکل جکسون و جنیفر لوپس و دیگر هنرمندای از یا در خود ایالات متحده آمریکا 99.99 سنت قیمت داشت و حق کپی کس نداشت، هیچ کس امور کپی کردن نمیتونست. ولی چینایا از فیلم های هالیوود و از امی آهنگ سازا و خواننده های امریکایی در حدود 30 میلیارد سی دی از یا را تولید کردن و 20 سنت میفروختن. در حال حاضر آقای اینا عرض کنم براتون این چی معنی داشت؟ یک فاجعه اقتصادی بود به خاطر اینکه تمام تولید فیلم و موسیقی در آمریکا متوقف شد. کلگی تقریبا در حالت ورشکستگی بودن. آمریکا قدر فشار وارد کردن بالای چین، فشار نظامی وارد کردن، یعنی با جنگ ستارگان تا چین تهدید کردن که یا مجبور شدن که 3 میلیارد سی دی را و دی وی دی را بیارن در میدان انقلاب چین و زیر تانکا بکنن و قنات آمریکا را فراهم بکنن. منظورم این است که آمدن امریکایی ها در اینجا یک مسئله بسیار ساده نیست و مصرف 1 تریلیون دلار هم یک مسئله ساده نیست. اینا در پالوی مبارزه بر ضد توریسم به خاطر حفظ جهانداری امریکا به عنوان یک وظیفه اینجا آمدن و یا مدعی هستند که یا نظم جهان حفظ میکنن به خاطر جلوگیری از اساسیت های منطقوی. حضور نظامی خودش باید توجیه میکردن و توجیهش همین بود که همین جنگ های 12 ساله را یک تشنج کنترل شده را اونا حفظ کردن. عالم باید ما سریع با مردم خود گپ بزنیم. از دید ما مهمتر از مسئله تروریسم که یک مسئله است، من هیچ باورم نمیه که ایالات متحده آمریکا با این تجهیزاتی که داره که این توسط ماورای خود از طریق گوگل یک آدم عادی خانی خود دیده میتونم، یا من میتونم که باز کنم گوگل و آدرس بتونم در بدخشان خانی خود پیدا کنم که من تجهیزات نظامی دارم، نه از این تکنولوژی بسیار برتر برخوردار هستم. آیا ایالات متحده آمریکا قادر به این نیست که پناهگاه 4 نفر مخالف مسئله دولت پیدا بکنه؟ ما به نظر ما این یک برای عوام الناس، برای یک دکوریشن و برای از این که توجیه شما مردم عادت کنن به حضور امریکایی ها و همچنان خود مالیات دهنده های امریکایی را در بیابن مردم عادیشان که ما مالیات را که میتیم بیهوده نیست و این مالیات ما به جای مصرف میشه. اگر ما در میگن همیان میشه که اگر ما در کابل جنگ نکنیم یا در بدخشان یا در پکتیا یا در قندار، ما در شیکاگو یا در نیویورک یا در واشنگتن باید جنگ کنیم. به این خاطر یا ایره توجیه میکنن. از دید ما مهمترین مسئله که باید آگاهان افغانستان بدانن این است که
ایالات متحده امریکا به عنوان یگانه ابرقدرت و متحدینش در ناتو و همچنان یک دایره سیومی که عبارت از کشورهای غیر ناتو هستند که دایساف هستند، اینا بر اساس یک برنامه از قبل تهیه شده به خاطر حفظ جهانداری اینجا آمدن و در اینجا رقیب از یا اینمی کسایی در گرد ما زندگی میکنن. اینمی چین است، اینمی هند است و ژاپن از خودشان است، اوجه متحد از اوست و ببرای آسیا هم دیگه کلگیش طرف امریکاست. فقط در این منطقه است که روسیه وجود داره، چین وجود داره، هند وجود داره و ایران به عنوان یک کشور به نسبه رو به توسعه و پاکستان یا وجود دارن، اما مهمترین روسیه است، چین است و هند است که اقتصادای غول‌آسایی دارن و در جی 20 یا مو بزرگترین اقتصاد 20 دنیا هم و عضویت دارن. بنا به دلایل ای مثلا بندبازی هایی که حکومت ما میکنه که گای میره زو اسلحه میخواه، به نظر من بسیار جنبه تبلیغاتی داره و ای یک تظاهر به آزادی است و یک نوع نشان دادن است که ما کشور مستقل هستیم و هر دل ما بخواه ما میکنیم و شاید هم می تا یک میگه آزادی هر کس به اندازه مو رشته هایی است که زنجیری است که برش تعیین شده، یکی فراتر میره یکی هم کمتر میره و حقیقت همی است که ما دو حالت داریم. خب باید در منشور منافع جهانی منافع افغانستان طور تعبیه بکنیم که در خطر کم بکنن، با مردم خود صادق باشیم و بگیم ما در چی موقعیت قرار داریم. این ناسیونالیسم قبیله‌ای و این آزادی هایی که استقلالی که ما از او ادعا میکنیم، استقلال به معنای قرن 19 و دهه 80 قرن 20 که بعد از او دیگه بعد از خود شوروی و معنای خود از دست داد، امروز دنیا به طرف جهانی شدن حرکت میکنه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ حتی از لحاظ فرهنگی. بنان باید با صداقت آدم با مسائل برخورد کنه. خط اساسی حرکت افغانستان به سوی رشد با وصف این محدودیت ها باید ما پیدا کنیم، به خاطر که میگن که اختیار جبر شناخته شده است. وقتی ما محدودیت ها را تشخیص بدیم و یگانه راه معقول را که به سلامت وجود داره ما امور تشخیص بکنیم، ما فکر میکنم که افغانستان را به درستی رهبری میکنیم. ولی یک آشفتگی عمومی در این جامعه ما وجود داره، در دولت لایه های مختلفی وجود دارند که با افکار مختلف و حتی متناقض و متضاد عمل میکنند. مثلا فکر رئیس جمهور افغانستان به عنوان اندیشه رهنمای ملی حتی با وزارش قابل قبول نیست. هر وزارتخانه برای خود برنامه داره، هر مرجع عالی قدرت بر خود برنامه داره. بنان ما آل خود تیر شدیش، یک دورانی بود که واقعا با همه مشکلات افغانستان حداقل از لحاظ اقتصادی با وصف کمبودا، با وصف کسری بیلانس تجارت، با وصف ازی که مردم بیکاری رو برشت است، با وصف ازی که جوانای ما بیکار هستن، اما به شکل کل در مجموع افغانستان در طی 12 سال گذشته از یک آهنگ رشد اقتصادی خوب برخوردار بوده و سالهای تیر شده با همه کمبودا و فساد و دیگه و دیگه سالهای درخشان در تاریخ اقتصادی افغانستان بوده. بنان به نظر ما دور آینده ریاست جمهوری، وظایف رئیس جمهور آینده افغانستان بسیار وظایف سنگینتر و وظایف حساب شده تر و علما تنظیم شده تر باید بوده باشه. اما شوربختی است که سبانی دیگه سبا کاندیدای ریاست جمهوری میرن، اینا نشستای مخفیانه میکنن، برخوردای در پشت درهای بسته میکنن، ولی بر ملت افغانستان برنامه خود در عرصه اقتصادی تا بال بیان نکردن، برنامه خود در مورد سیاست داخلی خود بیان نکردن، برنامه خود در مورد رفاه اجتماعی و ایجاد جای کار و در مورد سیاست داخلی و سیاست خارجی افغانستان تا بال مطرح نکردن. من فکر میکنم این برخورد عامیانه با مسئله و نادیده گرفتن ملت و نگفتن خطوط اساسی وظایف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دولت بر مردم، این ظلم است. باید کسایی که کاندید هستن امیال افکار خود در معرض قضاوت مردم قرار بدن، تا اگر دو کمبود باشه، تا اگر مورد تایید مردم نباشه، اینا رو نقد کنن تا همی افکار تکمیل شده بره. ولی برخورد یک برخورد استخباراتی و هر کس میشینه بین خود معلوم نیست چی میخوان بکنن، داینده در غیاب ملت تصمیم میگیرن. سپاسگزارم بینندگان گرامی، پس از این وقفه کوتاه باز خواهیم گشت. به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای ناطقی،
آقای حافظی اشاره داشتن به اینکه افغانستان باید یک اولویت در سیاست خارجی و داخلی خودش داشته باشد. در حال حاضر و با توجه به نگرانی هایی که از افغانستان پس از 2014 وجود داره، اولویت سیاست خارجی افغانستان چی باید باشه؟ نزدیک شدن به سازمان شانگهای یا همچنان نه حفظ وابستگی به کشورهای غربی و ایالات متحده؟ ببینید، مشکل اساسی هم در همی هستن که ما از یک طرف 20 تا پیمان استراتژیک با تمامی کشورهای اروپایی بسته کردیم، یعنی تقریبا 19 یا 20 تا پیمان استراتژیک افغانستان داره. خب وقتی که شما با 20 تا کشور اروپایی که در رأسش ایالات متحده آمریکا هستن و بعدم کشورهای اروپایی و اینا، و در منطقه تنها شما با هند موافقت نامه استراتژیک دارید و با بقیه نه، البته یک پیمان، یک تفاهم نامه استراتژیک در سطح دو، حالا اگر میگیم بین ایران و بین افغانستان منعقد شدن، ولی در مجموع شما 20 تا پیمان استراتژیک، 19 یا 20 تا پیمان استراتژیک با اینها دارین. وقتی که محتوای این پیمان ها را در نظر بگیریم، خب یک تعهدات دو جانبه ایجاد میکنه. یعنی اینا شوخی نبوده، کسی با انگلستان، با فرانسه، با ایتالیا، با آلمان یا با امریکایی اگر پیمان استراتژیک امضا کردید، خب این شوخی که نشده، با اینا شوخی نکردیم، بلکه هدف این بوده که هر دو کشور بر اساس تعهداتی که داره محتوای موافقتنامه استراتژیک رو با یک نحوی باید عملی بکنه. این اصل قضیه هستن. افغانستان هم اولویتش، یعنی همه میدونیم اولویت سیاست خارجی ما در این مسئله هستن که ما باید بالاخره بر اساس مفاد پیمان های استراتژیک که با متحدین خود و با دوستان خود در سطح منطقه اینا امضا کردیم، باید به اونا وفادار باشیم و عمل بکنیم. هم خود ما گام برداریم که و هم اونا باید گام های را برداره. اینا این اصلی گپ است. اما این که خب ما باید سیاست های را در پیش بگیریم که امی پیمان ها استوار بمانه و اعتماد متقابل ایجاد شده. این تمام گپ امی هستن. ولی از سوی دیگر ما رفتارهای سیاسی ما در بگونه هستن که ما به یک نحوی با این پیمان ها چیه رفتار درستی نمکنیم. از جمله همین مسائل این که ما به اصطلاح با یک موازنه به اصطلاح مثبت حرکت نمکنیم. یعنی درست است ما با کشورهای منطقه و با سازمان شانگهای، با گروه شانگهای باید روابط و مناسباتی دوستانه داشته باشیم، اما با چه قیمتی؟ این باید از خود یک بها داشته باشه دیگه. اگر ما بناشنه که بخواهیم مناسبات و روابط خره با گروه شانگهای در حد برسانیم که تمامی اون تعهدات، پیمانهای استراتژیکی که ما با غرب و با اونها داریم، اونها رو چی بذاریم در حاشیه و ایر متن قرار بدیم، در این صورت ما بدون شک خساره کردیم، ضررهای بسیار هنگفتی بر ما وارد شده. حالا چی دوستان قبول بکنه چی نکنه، اون نکته‌ای که آقای حافظی گفتن حرف درستی هستن. ما در شرایط فعلی بین 90 تا شاید بالاتر از 90 درصد وابسته هستیم به کمک های غرب، به کمک های آمریکا و کمک های کشورهای عضو ناتو و سازمان ناتو. بنابراین اینا رو اگر شما بخواید در سیاست خارجی خود در حاشیه قرار بدید، که در حاشیه قرار نمیگیره چون اراده مردم افغانستان غیر از این است، و شما بین بالاخره یک فازهای دیگر و تازه را در اینجا ایجاد بکنید و این متن قرار بدید در سیاست خارجی خود، که الان یک عده تاکید داره که ما باید همکاری های منطقه‌ای را باید خیلی خیلی بیشتر بکنیم و به دنبال آلترناتیو باشیم، جانشین باشیم، غربی ها به درد ما نمیخوره، اینها از اونجا آمدن و رفتن و اینا، دیگه شاید دیگه پشتر هم نگاه نکنه، اینا یک چنین مسائل رو یک عده مطرح میکنه، میگه اینا از اون طرف آبها آمده بودن و برمیگرده و شما رو در اینجا میگذره. البته من با خیلی از دیپلمات های منطقه صحبت هم کردیم، اونا هم تشویق میکنه به یک نحوی که میگه شما بالاخره اونا رفته نیست میره، شما باید در فکر مسائل بعد از رفتن اونها هم باشید. یعنی این که مثلا میگه که اگر چنانچه این سه چهار تا کشور، هند، روسیه و چین، این سه تا کشوری که
به یک نحوی بالاخره با غربی ها و امریکایی ها رقابت میکنه، تحلیل اینها و فکر اینها هستن. اینها رو شما توجهش رو با خود داشته باشین که همه از اینها عضو شانگهای هستن و اینها در مسئله افغانستان و در سرزمین شما و در کشور شما اینها سرمایه گذاری بکنه و بالاخره تحصیلات و شرایط زندگی رو برای مردم فراهم بکنه. خود به خود مسائل چیه؟ مسائل تروریسم و خشونت و اینها ضریبش خیلی خیلی پایین میاد. و اونا استدلالش اینه که بخش عمده، اینطوری حرف میزنه، میگه بخش عمده از خشونت ها برمیگرده به مسائل این که ما به این عرصه ها توجه نکردیم و ناتو هم به این دلیل محکوم میکنه و ملامت میکنه اینا که بعد نظامی و امنیتی رو خیلی خیلی جدی گرفتن ولی در عرصه های زندگی مردم و در رفاه و آسایش مردم گام بر نداشتن. درسته میلیاردها دلار خرج کردن ولی کلا در مسائل جنگ و اینها بنابراین ابعاد خشونت را اینا خیلی شدیدتر کردن، در عرصه های زندگی مردم اینا توجه نکردن. حرف از اینا اینه که میگه وقتی ما به شانگهای رفیق میشیم، یعنی با اونها میریم هماهنگ میشیم و عضو ناظر میشیم و بعدم بالاخره مطالبه میکنیم که ما عضو اصلی شانگهای میشیم، اینا میگه باید این مسائل را، یعنی آلترناتیو را در مجموع باید چی در نظر بگیریم. آلترناتیو به معنی عام، جانشین به معنی عام، یعنی هم عرصه های نظامی و اینا امنیتی باشه و هم عرصه های تجارتی و اقتصادی و اینا باید، یعنی به تمام معنا ما باید یک جایگزین برای چی پیدا کنیم. یک فکره، ولی من خودم شخصا معتقد هستم بر این که این فکر و این ایده بالاخره فکر درست نیست، به خاطر از این که شرایط کاملا فرق میکنن. بالاخره غرب، آمریکا و کشورهای اروپایی کشورهای بسیار بسیار توانمندی هستن و اونا هستن که مدیریت دنیا رو در اختیار دارن. و افغانستان و کشورهای جامعه جهانی تنها گذاشتن حکومت افغانستان پس از فروپاشی شوروی سابق افغانستان یک نوع اشتباه میخوانن و میگن که دیگه هرگز او اشتباه رو تکرار نمیکنن. ولی در چند وقت اخیر بحثای مطرح شده مبنی بر خروج کامل نیروهای خارجی و همونطور که شما هم گفتین کشورهای منطقه هم تاکید دارن به اینکه آمریکا و غرب بالاخره افغانستان رو رها میکنن. آیا واقعا جامعه جهانی، آمریکا، ناتو باز هم اشتباه دهه 80 و 90 میلادی رو تکرار میکنن؟ نه، اونا دو اشتباه رو تکرار نمیکنه. اونها بالاخره این مطالعه رو داره برای اینکه اگر ما افغانستان رو ترک بکنیم، گزینه صفر رو در اینجا بالاخره انتخاب بکنیم چی خواهد شد و اگر یک مقدار نیرو رو در افغانستان بگذاریم چی خواهد شد. و به صورت قطع اونها افغانستان رو ترک نمیکنن، همونطور که بارها و بارها اعلام کردن. ما هرچی هم بگیم شما برین، اونا نمیره، چون همونطوری که اونها با دعوت ما نیامدن، طبیعتا با خواست ما هم از افغانستان نمیره. اونا بر اساس منافع خود وارد افغانستان شدن و بر اساس منافع خود هم در شرایط فعلی تصمیم میگیره، برای بعدش هم اونا بر اساس منافع خود در افغانستان چی تصمیم میگیره. اونا هر اندازه نیرو در افغانستان بعد از سال 2014 بگذاره، کسی گفته نمیدونه که چرا این نیرو رو گذاشتیم. میگه خوب کردیم گذاشتیم، منافع ما همه رو ایجاب میکنه. منتها نکته اساسی در اینه که طبیعتا یک چنین مسائلی بالاخره برمیگرده به خود حکومت افغانستان. شما این مسئله هم در نظر بگیرید، عراق خیلی از افغانستان به لحاظ مسائل انرژی و اقتصاد اینا به مراتب ترجیحات بسیار زیادی داشتن عراق و دریای از نفت است و یکی از کشورهایی است که بسیار بسیار ذخایر نفتی دارن. ولی وقتی حکومت عراق با آمریکایی ها به خاطر مسئله مسئولیت قضایی، تنها به خاطر همین مسئله مسئولیت قضایی کنار نیامدن. ببینید بعضی مسائل هستن در سیاست های آمریکا که اگر چنانچه شما اون مسائل را قبول نکردید، اونو از خیلی مسائل دیگه چیه؟ میگذره. در عراق ما دیدیم وقتی گفت مسئولیت قضایی را ما قبول نداریم، گفتن آقا خدا حافظ، هیچ بحثم ما نداریم با شما. ما در تمامی کشورها نمیدونم 900 چند تا پایگاه نظامی داریم، با یک رویه بالاخره چی، با یک رویه در اونجا، رویه حقوقی و قضایی در اونجا رفتار میشه، مسئولیت قضایی در اونجا. ما در اینجا احتیاج می، مثلا وقتی شما میگید قبول نداریم، هیچی دیگه بحثم نکردن، رفتن از عراق و تماما نیروهای خرم از عراق چیه خارج کردن. بنابراین در افغانستان هم اگر چنانچه یک دولتی قانونی در اینجا هست، یک دولت منتخب در اینجا هستن، اگر شما روی از این مسائل کنار نیین، اونا چیه؟ اونا احتمال داره که نیروهای خارج از افغانستان چیه؟
بیرون بکنه، ولی منافع خود را در قالب دیگر، در چوکات دیگر و در کشورهای دیگر اونا چیه بگنه حفظ میکنه. اینه به صورت خیلی ساده، اگر از افغانستان اینا ما موافقت نامه امنیتی رو با اونا مثلا امضا نکردیم یا لوی جرگه تشکیل دادیم اصرار کردیم برین که ما مسئولیت قضایی رو قبول نداریم، براحتی اونا میره از افغانستان، به هیچ شکی هم نداشته باشیم. رفتن از خیلی جاها هم رفتن، ولی چیکار میکنه؟ ولی کسان رو در پهلوی ما میگذاره که تصمیم بگیره درباره ما به صورت مشخص پاکستان ده. دوستی افغانستان میذاره در اختیار پاکستان. خب پاکستان میتونه بالاخره چیه؟ الان بزرگترین مشکل ما از نایه همی طالبای هسته که در پاکستان دیگه. اینطور مسائل و اینطور تدابه. یعنی که اونا منافعش برایش خیلی خیلی مهم است. اصلی ترین مسئله برای غرب، برای هر کشوری، برای ما باید منافع ما در اولویت باشه، بر اساس منافع خود سیاست خارجی خود تنظیم بکنیم، با گروه شانهای صحبت بکنیم، پیمان های استراتژی خود با غربی ها جلو ببریم، منافع ما همه رو ایجاب میکنه. این مسئله برای ما باید در اولویت باشه و روی از این مسائل باید خیلی چی جدی باشیم. آقای آوزی، عاقلانه ترین راه و سیاست برای حل بحران افغانستان چیست و حکومت افغانستان چی نوع سیاست و پالیسی را باید اتخاذ کنه؟ افغانستان شامل بحران نیست. افغانستان از لحاظ آینده خودش بنا به دلایل از دید ما، افغانستان جزء اولویت‌های جامعه جهانی است و ایالات متحده آمریکا مانورای میکنه، ولی به این صورت افغانستان رو به مو دلالی که پیشتر به برشمردم ترک نمیگه. ولی در این زمان دید ایالات متحده آمریکا در مورد همسایه ها ما و در مورد کشورها تو سیاه و سفید نیست. به طور مثال بزرگترین شریک تجاری چین خود آمریکاست. وقتی که قدرت خرید آمریکا پایین میاد چین ورشکست میشه. و بزرگتری بعد از آمریکا بزرگترین خریدار از اتحادیه اروپا است. حجم مبادلات تجاری زیاد بین 400 تا 600 میلیارد دلار است. و همچنان سایر متحدین ایالات متحده آمریکا در مجموع اقتصاد چین می سازند و در تقسیم کار جهانی بر از وایکسل وظایف معین دادن، فقط در مورد تخطی چین از اصول و نرمها و اساس هستند. یکی افغانستان با چین رابطه داشته باشد ناممکن است که بدون اجازه آمریکا کار صورت بگیره. یکی افغانستان با ایران مناسبات برقرار میکنه و از طریق هندوستان چابهار فعال میسازه، ناممکن است که افغانستان به یک پاتن به صورتی که دشیندن نیروهای هوایی آمریکا و جهاز سمار لازی که خواسته باشه برو پیچقش میکنه. ولی چرا نمیکنه؟ به خاطر از این نمیکنه که در سیاست های بزرگ آمریکا، در سیاست های فرا استراتژیک، جیو استراتژیک و جیو پولیتیک آمریکا، مسائل تجارت منطقوی مجاز است. چنانچه آمریکا با کوبا روابط نداشت، ولیکن آلمان اجازه داشت که با کوبا تجارت کنه. ژاپن اجازه داشت که با کوبا شکر بخره و اون کار انجام بده. بنان یعنی منظور ما این نبود که آمریکایی ها افغانستان اجازه نمیتن که در کنفرانس شانگهای برن. اگر شانگهای در یک همایش منطقوی افغانستان بپذیره، هیچ نوع ممانعت از طرف آمریکا نیست، مگر اینکه اسرار استراتژیکی که بین دولت افغانستان و آمریکا است مورد معامله قرار بگیره. که ما یقین ندارم که دولت افغانستان اول از او اسرار خبر باشه و بعد از او هم یا حاضر شوند که، چون اگر سبک سنگین بکنن روابط ما با امریکا در طی 12 سال گذشته بسیار پررنگتر بوده نظر به روابط ما با همسایه ها و نظر به روابط ما با کشورهای قوی مانند روسیه و چین. البته هندوستان به ما کمک های زیادی کرده، ولی حجم کمک های از او به هیچ صورت به اندازه یکی از کشورهای مقتدر نبوده. دیگه ما پیشنهاد ما این است که ما یک رهبری خردمند و عاقل داشته باشیم که یک سلسله وظایفی که ما مجاز هستیم انجام بدیم. خود چیره مثلا رشد اقتصادی ما را کس مانی نمیشه. فساد از نظر آمریکایی هم بد است، ولو که آمریکایی بکنه و فسادی که یک دو نفر دوز آمریکایی میکنه به معنی فساد در اصول و پرینسیپای آمریکا نیست. در خود آمریکا یک رئیس بانک جهانی که یکی از بهترین اقتصاددانان دنیا بود، فقط با یک خانمی که با این دوستی داشتم ماش از او 5000 دلار در ماه زیاد کرده بود. اما آدم با همه چیزی که او بدیل نداشت، میفهمید؟ یک آدمی بود که یک آدمی بی بدیل بود در دنیا، یگان نفر مثل او پیدا میشد که اقتصاد دنیا را اداره کنه. ولی اون آدم به خاطر می تخطیش و به خاطر حفظ شفافیت امور کشیدن. اینال من فکر می کنم که اگر ما بخوایم با یک کشور آبرومند و با یک دولت مقتدر در آینده نقش خوبی در جامعه جهانی داشته باشیم، مثل که در عرصه فوتبال حالا ما بردیم، اینا رو وقت است که ما در سیاست ببریم. یک تیمی که نتونه
در منطقه تبارز بکنه یک تیم سیاسی و نتانه معضلات و مشکلات به میراث مانده از گذشته از یک دید نو ببینه و با یک ابتکار مسائل حل و فصل بکنه، ما ناکام خواهیم بود. این دوران 12 سال نظر ما شرایط اضطراری بود که ما حداقل چیزها را توقع داشتیم. سرک نداشتیم، با یک سرک درجه سی ساخته میشد. نان خوردن مردم نداشت، یک لومنان برشان لازم بود. اساسات دولتی نداشتیم، مثلا در بسیاری از اداره دولتی ما میز چوکی نبود. مردم به سر سترنجی میشتن رؤسا و مامورین آلودبی دولتی. به این خاطر ما حداقل امکانات در 12 سال به وجود آمد. اینال رئیس جمهور آینده افغانستان حق نداره که باز این کارا رو بکنه که عمل میشه. چی باید بکنه رئیس جمهور؟ اولی که باید یک برنامه کاری یا اندیشه رهنمای ملی را در عرصه‌های مختلف که منفعت های افغانستان را تعریف بکنه، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه سیاست، چی در عرصه امور اجتماعی، چی در عرصه امور فرهنگی، باید این معلوم باشه و کلگی نظام و کلگی دولت در مجموع از سه رکن اساسی دولت جمع سکتور خصوصی باید به یک سمت حرکت بکنن. این رقم نشه که وزیر کابینه بخیزه و بگه که من نظام اقتصاد بزرگ قبول ندارم. او از مسلمات نظام است. تا وقتی که او را تغییر ندادن، بحث در مورد از او از موضع یک شخص رسمی که خود تابع قانون اساسی میدانه زاید. او یک دولت ما است. یک وزیر مثلا اقتصاد مختلط میخواه، یک وزیر اقتصاد بازار میخواه، یک وزیر دیگه اقتصاد نیولیبرالیستی بسیار افراطی بازار آزاد میخواه. یعنی یک هماهنگی در دستگاه دولت نیست. هر کله و برخیال گفته اوزبکای ما باید دارای یک سیستم مدون قبلا تعریف شده باشه که دو منافع افغانستان در عرصه سیاست خارجی تعریف شده باشه، که هر مامور وزارت خارجه که امروز به مو وظیفه جدید میره برش همه مسائل مبرهن و روشن بوده باشه. در عرصه اقتصاد باید اولویت های ما معلوم باشه. دولت و سکتور خصوصی باید در یک چوکات عمومی که عقلانی تنظیم شده باشه باید حرکت بکنن، که فعلا ما شما فاقد از هستیم و ما خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت نداریم و به همین خاطر به سوی یک فاجعه اقتصادی ما روان هستیم. سپاسگزار. مهمانان گرامی آقایان محمد ناطقی آگاه مسائل سیاسی و آذرخش حافظی رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حضور شما در استدیوی برنامه آخر خط سپاسگزار هستم. همچنین از شما بینندگان گرامی نیز سپاسگزاریم که تاکنون ما را با برنامه آخر خط همراهی کردید. با آرزوی بهترین ها از حضورتان مرخص می شوم. خداوند یار و نگهدارتان.